10 تا 15 تومان میخوام موبایل بخرم. کدومو بخرم؟ A54 یا ردمی نوت 12 پرو 4G یا 5G؟ این یه ویدیوی طولانی، جذاب، کارآمد برای راهنمای خرید بین این سه مدل گوشیه بسته به بودجتون. اگر 10 تا 12 تومنی همین اول بگم که برید نسخه 4G رو بخرید. اما پیشنهاد میکنم 1,000,000 تومان بذارید دوش بشه 13 تومن. اون موقع حق انتخاب دارید بین A54 5G یا Redmi Note 12 Pro 5G. تا آخر ویدیو با بنده همراهی بکنید. بنده اهورنیازی هستم. امیدوارم از ویدیو کمال لذت رو ببریم. بریم ادامه داستان. تو بخش طراحی به نظر من تکلیف A54 خیلی از لحاظ ظاهری مشخص تر است. آن چیزی که ردمی ارائه داده. طراحی ساده، عینه و پرچم‌دارای سال، طراحی بروزتر، حواشی خم خورده، ردمی ها حواشیشون تخته، بعد زد و بندهای دوربینشون زیاده. مثلا نسخه 4G هاوزینگ ساده داره مستطیلی، بعد یه استپ روش میخوره که دوربین اصلیشه. محال نکردم. A54 پنل پشتیش براقه، نوت 12 پنل پشتیش ماته. بفرمایید خودتون ببینید. نگاه کنیم براقه با ماته چقدر ظاهرش فرق میکنه، که ماته این از نظر من جذاب تره. البته اینو زمانی معنی پیدا میکنه که شما قاب استفاده نکنید. همین که قاب بندازید دیگه مشخص نیست اون پشت چه خبره. جی پلاس یه گوشی داره خیلی شبیه این گوشیه. کلا این خوشگل تره. طراحی شیک‌تری داره A54. یه نکته خیلی حائز اهمیت اینه. این استاندارد IP67 داره. نسخه 5G استاندارد IP53 داره. تفاوت یعنی چی؟ IP53 اگر آب بهش بخوره در حد قطره آب از نفوذش جلوگیری میکنه. A54 میتونه تا عمق 1 متری قرار بگیره و 30 دقیقه اونجا برای خودش شنا کنه. زیرابی بره هیچ اتفاقی نمیفته. البته دوستان عزیز یه موضوع در نظر بگیرید. چگالی آب شور با آب شیرین آب شهری فرق میکنه. توی دریا قدرت نفوذ آب خیلی بالاتره ها. اینو گفتم برای عزیزانی که شمال یا جنوب کشور زندگی میکنن، کنار رودخونه زندگی میکنن، ممکنه گوشیشون بیفته تو آب رودخونه. آب شور، آب رودخونه شور نیست، شیرینه. نمایشگر جاییه که همه عین همدیگه عمل میکنن. اما نسخه 4G 10 بیتی نیست، نسخه 5G 10 بیتیه. این دستگاه 1000 نیته، این دستگاه 1100 نیته، اون دستگاه 900 نیته. اینا رو بذاریم کنار، یه نکته مهم رو توجه کنید. Redmi Note 12 Pro ها کشیده ترن 6.67 اینچ، این خپل تره 6.4 اینچ. این نکته مهمه تو نمایشگر. بیشینه روشنایی هم خیلی حائز اهمیت نیست. درگیر اون اعداد ارقاما نشید. مهم اینه که هر سه اولدن، مهم اینه که هر سه 120 هرتزی ان. حالا این 8 بیتیه 16 میلیون رنگ، اون 10 بیتی 1 میلیارد رنگ. کیفیت جفت نمایشگرها خیلی شبیه همه. رابطه کاربری از اندروید 11 در این ویدیو داریم تا اندروید 13. این گوشی با اندروید 13 میاد، نسخه 5G با اندروید 12 میاد، نسخه 4G با اندروید 11 میاد. حالا نکته جالب چیه؟ این محصول 2023، نسخه 5G محصول 2022. حالا این وسط چی حائز اهمیته؟ چرا به سال ساخت دارم توجه میکنم؟ چون این محصول 4 سال اندرویدو دریافت میکنه، اونا 2 سال پشتیبانی میکنن. یعنی این نسخه 4G که با 11 میاد 12 13، اون که با 12 میاد 13 و 14. اینا مسائل خیلی حائز اهمیتی هن توی انتخاب گوشیتون. پس تو رابطه کاربری من میگم سامسونگ. یه دلیل دیگه هم دارم، اونم اینه که رابطه کاربری سامسونگ باگ کمتری داره. وان یو آی عملکرد بهتری از میو آی داره. اینو من نمیگم، متخصصین نرم افزار میگن، تجربه خود همه شما هم هست. هیچ تعصبی هم پشت این برند نیست، حرف منطقیه. اما اینکه زد و بند گرافیکی چه شکلی باشه، انیمیشن ها چه شکلی باشه، یک چیز کاملا سلیقه‌ایه. اما سلیقه منو میپرسید، من میگم وان یو آی سامسونگ. سخت افزار جایی که A54 برتری داره، اگزینوس 1380 در مقابل دیمنسیتی 1080 در مقابل اسنپ دراگون 732 جی قدیمی. کلا 732 رو خیلی کاری نداریم، تو این رده قرار نمیگیره خیلی، یعنی مشخصات سخت افزاریشو کنار هم میچینی خیلی ضعیف تره. البته بد نیستا، ولی قدیمیه. هلو انجیری میفروشه آقا، نمیخواین شما؟ مشخصات سخت افزاریشون، عملکردشون رو در بازی ها دارید میبینید. طبیعتاً هرچی پول بدی آش میخوری. A54 گرونتر از بقیه است، طبیعتاً سخت افزار بهتری هم داره و بستگی به نیازتون و پولی که پرداخت میکنید عملکردها مشخصه دیگه، حرفی نمیمونه. میریم سراغ دوربین ها، جایی که بازی کثیف بازی با اعداد اتفاق میفته. اگر طبق مگاپیکسل پیش بریم،
ردمی نوت 12 4G بعد از اینا بهتر باشه. اما عملکرد چیز دیگری داره میگه. تصاویر خیلی شبیه همن. چه دوربین اصلی نگاه کنین، چه دوربین خیلی عریض همچنان نگاه کنین، و چه نهایتاً عکاسی ماکرو. من کلاً موافق وجودیت و ماهیت دوربین ماکرو نیستم، نمیفهممش. اصلا آخرین باری که شما لله هم بگید آخرین باری که عکاسی ماکرو کردید کی بوده و چقدر این کارو تکرار میکنید؟ خود من به شخصه گاهی میرم جنگلی، دشتی، طبیعت، یه برگی باشه، یه نوری از پشتش خورده باشه، جزئیات خوشگلی معلوم باشه، یه عکسی میگیرم، یه بارم نگاش نمیکنم. دوربین سلفی 16 مگاپیکسل، 32 مگاپیکسل، عملکرد دوربین فقط به سنسور نیست، به واحد پردازشش هم هست. نتایجو خودتون دارید میبینید، قضاوت با خودتون. دوربین فیلم برداری نکته های اهمیت بین A54 و نسخه 5G Redmi Note 12 Pro اینه که لرزشگیر اپتیکال دارن که در فیلم برداری بسیار های اهمیته، تأثیرشو دارید میبینید. در عکاسی هم موجب میشه لرزش ها کمتر باشند. حسگر اثر انگشت اگر براتون حائز اهمیته، برای A54 زیر نمایشگره، حسی بروزتر بهتون میده. برای Redmi Note 12 هم چه 5G چه 4G روی کلید پاور قرار گرفته که سرعت بیشتری انصافاً از اونی داره که زیر نمایش کرد. و اما در نهایت میرسیم به بازی باتری. باتری ها همه 5000 میلیامپر ساعت. A54 شارژر داخل جعبه‌اش نیست، 25 وات پشتیبانی میکنه. نوت 12 ها شارژر داخل جعبه‌شونه و 67 وات پشتیبانی میکنن. این 67 و 25 تو شارژ کردن چه تأثیری میذارن؟ الان خدمتتون عرض میکنم. A54 تو 30 دقیقه 50%، نوت 12 ها 78 80% از ظرفیت باتری رو شارژ میکنن. این از میزان اهمیتش. اما A54 از اونجایی که چیپستی بروزتر داره، رابطه کاربری بهینه تری داره، طول عمر باتریش بالاتره. خوشتون اومد؟ نه انصافا خوشتون اومد. خیر، میریم سراغ جنبندی و اینه که کدومو بخریم در نهایت. آقای اهورنیازی، تو دقیقه 20 دقیقه برامون صحبت کردی، کدومو انتخاب کنیم؟ خدمت شما عارضم که از نظر من میپرسی A54 گوشی برتریه، درسته یک کمی گرونتره، یک کوچولو نسبت نسخه 5G ها، اما گوشیه که آپدیت بیشتری دریافت میکنه، گوشیه که بروزتره، با اندروید جدیدتری عرضه میشه، رابط کاربریش باگ کمتری داره، یه ذره چیپستش بهتره. خیلی روی مورد آخر اهمیتی قائل نمیشم. اما از اون طرف نوت 12 های پرو جکتفان 3.5 میلیمتری دارن، از اون طرف شارژر داخل جعبه‌شونه و 67 واتیه. همین، من فکر میکنم برتری دیگری اینها داشته باشن. این شد خلاصه ماجرا. من باشم A54 رو میگیرم و A54 رو بهتون توصیه میکنم. شما باشید چی کار میکنید؟ تو بخش کامنت ها برام بنویسید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. خدا یارو نگهدارت.